داداش داداش حالت بهتره؟ از فراد خبری نی. نه داداش گوشیش اینجاست، چند بار زنگ خورد جواب ندادم. شاید فراد بوده، چرا جواب ندیدی گوشی؟ نمیدونم که داداش. ببین چجوری گیر کردیم موندیم اینجا. بله داداش، ما رو اینجا کاشتی؟ اومدم دیگه، بیایید بریم تو. مطمئنی میخوای این کارو بکنی؟ داری خودتو فدا میکنی؟ حریفمون کرمه آلتان، و فقط اینجوری میتونم کرمو به فرهاد بشنسونم. میدونی که من تایید نمیکنم. میدونم. این چیه؟ اسباب کشی میکنیم. تو؟ آره. عجیبیت به خدا. میدونم. فریدی اونجا چه خبره؟ نمیدونم. عزیز اونجاست، یالچینم اونجاست. دایمه شانس منو ببین، تو رو خدا داییم که منو ببینی میکشه. چی میگی امینه؟ چرا بکشه؟ بهش میگیم تو هم با من اومدی دیگه. آی نه اصلا نمیشه فریده، نمیشه. آخه داییم اینجا چی کار داره؟ نمیتونم چرا یارچین اینجاست. اینا دارن یه کاری میکنن، نمیخوان من بفهمم. فریده من جلو نمیام. باشه پس تو همینجا منتظر باش. باشه. بیا. آی چشام اشکی شد. ببین منو عدو در نیار وگرنه کتک میخوری. با این به گوشید یه زنگ بزن. داشت کردم چیزه. چه؟ داشت اینو میدی بخورم؟ میخوای به جوان بریزم تو دهنت؟ بیا. داشت راستش گوشی مونده تو ماشین، اتمانه داشت رو که ماشین رو برداشته رفته دیگه، خیلی دور افتاده بود اونجا داشت. حالا یه زنگ بزنم. داداش اصلا به این یارو اعتماد ندارم، حواست باشه. الو داشت رو که میمون کوچولو کجایی پسر؟ کجا غیبت زد؟ ماشین تو رو برداشتم. بوده اب نره، من یه جوری برگشتم. ببین کجایی، باز هرچه زودتر هم دیگر ببینیم. آره منم میخواستم بگم همو ببینیم. تو ماشین منو برده بیار آدرسی که برات میفرستم. باشه فرا، جایی که میگی مطمئنه؟ آره بابا مطمئنه، خیالت. ایوال آدرسو بفرست. میاد ردیفه اون لباسه رو ببینم. بیا داداش. فریده فریده خانم چی کار میکنید اینجا؟ چی کار دارید؟ آلتان چیزی شده؟ جفتتون از تو به هم هیچی نمیگی. عزیز مشکوک میزنه یا چی که از اونم بدتر. منم دیدم اونجا هیچی نمیگن، اومدم اینجا. چیزه. خب امینه خانم اینجا چی کار میکنه؟ اون جایزه است، راستش روم نشد تنهایی بیام اینجا. جایزه؟ خب آره، ولی چیزی نشده که شما بخواین نگران باشین. یعنی چی آخه؟
دیشب یارچین فیلمو البته میدونی یارچین دیشب میخواست عزیزو دستگیر کنه، ولی ببین الان با هم داداش شدن. انتظار نداشته باش حرفتونو باور کنم. تنها چیزی که میتونه اونا رو با هم متحد کنه ماییم یا فرهاد. لطفاً به این بگین چی شده. باشه خودم میرم. یه لحظه، وقتی از تو بهتون هیچی نگفتن انتظار دارین الان چی بگن؟ ها؟ شما یکم صبر کنین، بذارید برن، بعد همه چیو بهتون میگم. باشه. تازه فکر نکنم که دوست داشته باشیم کمیسر اینجایی زر اینجا ببینیم، اگه نه؟ آره دیگه اونم هست. آلتان الان وقتشه. ما اینجاییم. چیزه، من اینجام. بیاین این پاش، زود باشیم. بیاین ببینید، شما الان با امین خانم برید خونه من. باشه بیاین. آلتان کجایی؟ قایم موشک بازی میکنی؟ اومدم پشت خونه، جایزه است. چی؟ موشه، موش پیدا کردم. موش کجا بود دیگه؟ چیزه، باید لونهشون رو پیدا کنم، وگرنه میان تو خونه. لونهشون؟ قاطی کرده. آلتان چی کار میکنی؟ استوب هوایی بازی میکنی؟ در خونه رو بستم دیگه. که نتونن بیان تو خونه. کی؟ موش. موشا. میگم آقا یه وقت نیان تو. نمیدونم. دیشب اصلا نخوابید، ممکنه به خاطر اون باشه. به خاطر اونه؟ به سرشو کوبیده جایی. میگم چطوره نبریمش؟ نمیدونم. خب بریم دیگه. خب طبق نقشه عمل میکنیم. خب بریم بشینیم تو ماشین، بعد عملیش میکنیم. من کفشامو عوض کنم. بعد چی کار میکنی؟ کفشامو میخوام عوض کنم. نه نمیشه. چرا؟ خب اینطوری خیلی ابهت داری دیگه. آلتان کفشام راحت نیستن، میخوام یه چیز راحت بپوشم. نپوش. چرا؟ چون تو عزیز کرکمازی دیگه، تو یه ذره باید جدیت رو حفظ کنی. باشه خب بیاین بریم دیگه، این بچه بازیه چیه ها؟ بیاین بریم کارو تموم کنیم. زود باش، زود باش. ولی تو یه چیزیت هست، یه با ماشین من بریم. تو نظرت در مورد این کار چیه؟ بدون این که تابلو کنی از آینه وسط پنجره خونه رو نگاه بینداز. واسه چی؟ نگاه کن میفهمی. چی کار میکنی؟ عزیز بیا بریم. فریده؟ آلتان چه خبره؟ تعریف میکنم. رسمان ما رو زندونی کرد. من که مشکلی ندارم. وای امینه، از دست این دختر. آها، خدا رو شکر بازش کردم دیتاله. مگه این همون زنجیر گره خورده ای نیست که من بهت دادم؟ نه، فقط از جایی که بسته میشه پاره شده. به خاطر اینکه چند سال استفاده نشده یه گوشه افتاده، ولی
با یه ذره تلاش اگه سرشو پیدا کنی و بدون اینکه خسته بشی سعی کنی بازش کنی. یعنی در واقع اینقدر اون پیچیده و در هم نیست، فقط به کسی که یکم براش وقت بذاره احتیاج داشته. همین مثل موقعیتایی که واسمون پیش میاد و نمیتونیم حل کنیم. طبیعت انسان با عجله کردن عجین شده دخترم. ما میخوایم سریع اتفاق بیفته، میخوایم سریع تموم بشه، میخوایم سریع بفهمیم. ولی این زندگی مثل این زنجیر آسون نیست. اینم از این. خیلی خوشگل شد. سنگ خاص و خوشگلیه این، زیباست، انگار توش ابر هست. خیلی رمزآلود به نظر میاد. اسم این سنگ چیه دایی؟ اسمشو نمیدونم ولی داستانشو میدونم. از سنگای خیلی بزرگی که تو کوههای مرتفع هندوستان وجود دارن و نمیشه تکونشون داد بریدنش. چند بار رد و برق خورده بهش. این سنگ صدها سال هی خرد شده، پودر شده، دوباره عمل اومده. مثل سنگای دیگه نیست ولی خاصه. یادم اولین بار که دیدمش با خودم گفتم قربون خدا برم که تونست آسمون بیاره این پایین و این ابرا رو توی این سنگ جا بده. چه تشبیه قشنگی با نگاه کردن به یه سنگ. نگاه کردن مهم نیست، چطور نگاه کردن مهمه دخترم. چطور نگاه کردم؟ مبارک باشه دخترم. یعنی میدینش به من؟ فکرمو مشغول کرده بود، میگفتم یعنی صاحب این سنگ کی میتونه باشه؟ نگو صاحبش تو بودی. خیلی خیلی ممنونم دایی ساله، خیلی خوشگله. چی کار کنیم؟ موافقی از پنجره یه چیزی بریم بیرون؟ فریده، حالا که اینجا زندانی شدیم به جای عصبانی شدن به یه دردی بخورم. میخوام تمیزکاری کنم. چی؟ کجا میتونه باشه؟ چی کجا میتونه باشه؟ جارو برقی. تو واقعا زده به سر؟ نه بابا، طرف جون منو نجات داده، یه جارو کشیدن ایرادی داره؟ خیلی میکنی بکن، ولی زشته بدون اجازه این کارو کنی. زیاد حرف نزن، بیا کمک کن. تو اون اتاق کلی کارتونه پر وسیله، تو هم برو اونا رو جا به جا کن. شاید وسیله شخصیش باشه. نه نیست، من نگاه کردم. چی کار کردی؟ میگم نگاه کردم، شلوار، پولیور، یه عالم ساعت، چند تا قاب عکس هم از عزیز خان هست، احتمالا اونم داره میاد اینجا. ویستو ببینم، اگه عزیز خان داره میاد اینجا پس یعنی آلتان با هیچ کس در رابطه نیست، وگرنه چرا باید عزیز خان بیاد اینجا زندگی کنه؟ تو رسمن عقلت از دست دادی، ببین چی و به چی رب میدی؟ خوبه خوبه، زیاد حرف نزن، برو کنار ببینم. بله؟ یعنی چی؟ خب بگیریدش، منتظر خبرم باشی. چی شده؟ بچه ها شکریه پیدا کردم. چطوری؟ احتمالاً فرهادو تعقیب کردم و احتمالاً شکریه با ماشین اون رفته.
نقشه عوض شد آلتان. به یالچین زنگ بزن بگو. الو کمیسر. بگو آلتان. بچه ها شکریه پیدا کردم. نقشه تغییر کرد. باشه، پس من میرم کلانتری. باشه. رسمن مستحکه شدیم. ببینیم چی کار میشه کرد. حالا چی کار کنیم؟ باید بشینیم با خیال راحت یه فکری بکنیم. برگردیم خونه. خونه دخترا. دخترا یادمون رفت. دارم میان داش. خوبه، بذار بیان. بس دیگه، شما تکمیل شدید. سری میتونیم شما. آره داش. سلطان نگرانت شده بود، به هم زنگ زد. نگرانم شده؟ فرهاد، الان وقتش نیست، حواستو جمع کن. درسته داداش. گوش کن چی میگم. اگه صحبت کردید از این اتفاق هیچی بهش نمیگی باشه؟ میدونی که سلطان ناراحت شه زمین و زمانو به هم میریزم. باشه داداش، قبلا هم راجبی صحبت کردیم. سلطان خانم ناراحت نمیکنه. آفرین. من میرم. گوش کن، اگه چیزی لازم داشتی به من با این گوشی زنگ میزنی. این خط دوممه، خط خلاف. خوب حالیت شد دیگه. خلاف. بس یه نگرانم شده. ای خدا. بابا جون. الو کرم، باید همو ببینیم. چرا؟ اولا تو یکی از آدمامو که امروز قربونی کردی، اما باید بقیشونو آزاد کنی. چرا؟ با هیئت مدیره صحبت کردم. برمیگردی هولدینگ. چرا؟ چون تو پسر منی، هر کاری هم که بکنی پسرمی، فهمیدی؟ این آدم حرف بزن. چرا؟ قطع میکنم. باشه باشه، عصبانی نشو. باشه، یکی از آدمات رو آزاد میکنم، یه نفر دیگه به ازای هولدینگ. بعد از این برای هر قدم یه نفر رو آزاد میکنم، و این به این معنیه که سه قدم دیگه مونده. ریاضیم هم قویه نه؟ بالاخره کوتاه اومدی. چرا؟ به بچه ها زنگ بزن، بهشون بگین یکی دیگه از اون آدم ها رو آزاد کنن بره. حواستون به فرهاد باشه. اگه فرهاد چیزیش بشه همه تونو در ببن. الو. یالچینو حذف کنیم، تیراندازی نشه، بی خدا بی جهت درد سر درست نکنیم، توی تصادف جاده‌ای به درک واسه شه. کمیسر یالچین. وای آب جیانه، تا تو رو خدا وایسا، پام از جاش در اومد. ایوا آب جیانه تو، هستی به کجا بودید؟ وای سویم، نمیدونی کل محله رو دور زدیم دنبال یه خونه. چه خونه؟ چی داری میگی؟ وای سویم چه میدونم، پام داره کنده میشه، سرم گیج میره، بذار بریم تو میگم بهت. یه لحظه وایسا. آب جیانه تو، آب جی وایسا، وایسا آب جی، وایسا وایسا آب جی، بیا اینجا. وای خدایا وای، بفرمایین بریم. وای
مردم از خسته. کرم خان باباتون نسخه کمیسری آلچینو پیچید، به آدماش دستور داده بدون اسلحه میخوان صحنه سازی کنم بکشنش. گفتم بهتون خبر بدم. داشی آلچین باز چه خبره؟ داشالچی انجام شد تحسین خان. خوبه. بذار ببینم چرا از من فرار میکنی. کجایی تو؟ سلطان تورید شده؟ چیزی نیست بابا، خوبم. سلطان من خوبم، فقط یه چیزی ازت میخوام، بعدشم همه چیو تعریف میکنم. قبوله؟ به خاطر من انجامش میدی؟ باشه، آره بگو. داشت یالچین داخله، کمیسر یالچین. میشه بری داخل اونو واسم پیداش کنی بیاریش بیرون؟ بگو فراد کارت داره، ولی تو گوشش بگو. باشه باشه، الان میرم، تو آروم باش. حسیبه؟ دنبال خونه کی بود؟ چه میدونم بابا، یه اسم غریبه. ای بابا چی کار میکنه؟ باز کجا رفت؟ رفت خوابید، خودشم خسته شده بود. سویم میگم یکم هم تو نگهش دار ها. والا حسیبه خیلی دوست دارم، ولی میدونی که پدر شوهرم مریضه، سلیمانم رفته پیشش، مغازه مونده و من بچه هم هستن، منم که دست تنها هم دیگه. ببخشید. بله سلیمان. چی؟ بابا فوت کرد. سویم سیبه، مثل بابای خودم دوستش داشتم سیبه، اونم مثل دختر خودش منو دوست داشت، هر روزم صدا میکردم دیگه.
هر آمدی یه رفتنی هم داره سویم. سرت سلامت. سلامت باشی حسیبه. من امشب میرم باشه. تو حواست به بچه هم باشه دیگه. باشه خواهش میکنم ازت. باش به سلامت. خدا صبر بده. بیا فقط همین کم بود. بچه های تام اضافه شدن. دیگه بهتر از این نمیشه. آخ آخرش منو تو این خونه دیوونه میکنم. وایسا تماشا کن. پسر فراد دوست دوران مدرسه هست. جدا؟ اصلا فکرشو نمیکردم. چی شده فراد؟ کمیسر میخوای چیکار؟ نیستش؟ نه همه رفتن ماموریت. یه گزارش اومد واسه گروگانگیری. جدی میگی؟ مگه اون ماشین داشت یالچین نی؟ چرا ماشین اونه داشتی؟ ببین من باید خیلی سریع پیداش کنم. خیلی سریع. زنگ بزن. اونجا شکم سخته. وقتی میرم ماموریت دیگه اصلا گوشی موشی جواب نمیده. باشه سویش دست توه؟ نه رو ماشینه. ردیفه من ماشینو ور میدارم تو آدرسشو میدی به من. نمیتونم بدم پسر. خداییش نمیتونم. ها اونا هاش داره میان. جناب کمیسر عجیبه اون خواهر عزیز نیست؟ آلتان بودو به من چه مگه خونه تو نیست؟ پس چرا وسایلت آوردی اینجا؟ خیلی بی حوصله‌ام آلتان. من یه آب به گلاب بدم بیا. وایسا ببینم. نمیذارم بپیچونی بری. آخه من خیلی کار دارم. بیا بریم. باز میکنم. باشه. میگم یه همسایه داشتیم زیاد نموندن زود رفتن. اسمش چی بود؟ وایسته وایسته الان یادم میاد. چیز بود چیزی اموگانی اموگانی. آره یادتی از بالکن گوجه فرنگی خراب مینداختیم رو ماشین اموگانی. آی گناه داشت بیچاره. خیلی هم تو پل مو پل بود. نمیدونستیم بابا. وای وای فریده سر رفت. وای حواسم پرت شد. دختر بیت میگم اینو هم بزن دیگه. چیکار کنم حواسم رفت به حرفای تو. خوش اومدین. برو برو بیرون. برو بیرون آلتان. بودو بودو داش یه چیزی میخوام بهت بگم که خیلی مهمه ولی اصلا نباس پرسی از کجا اکی شنیدم. باشه باشه بگو. قول میدی؟ ببین عزیزو که میشناسی بابای عزیز دستور داره تو رو بکشن. تصمیمشو گرفته. میخوان صحنه سازی کنن و نمیدونم چیکار کنن. حواست خیلی باشه. گرفته. ببینم واسه این اومدی اینجا. آره بابا تو چرا انقدر خون سردی آخه؟ این زندگی ماست. همیشه لب پرتگاهی. میدونی هر روز چند نفر رو دستگیر میکنی؟ ولی ممنون. ولی فکر کنم شما متوجه نشدی من چی گفتم. همیشه واسه من عزیزید. هم تو هم آبجکت. خب دیگه اون بنده خدا رو معطل نکنی. هر جا میرید من میبرم اتون. برم جلی غرو بیارم و بریم. معذرت میخوام فریده. چیزی نشده معذرت بخوای. فقط اگه در قفل نمیکردین بهتر میشد. راستش من واقعا نمیدونستم در خونه رو قفل کرده. آلتان دیگه اولین چیزی که به ذهنش رسیده انجام داده. تو هم که بیکار نمیشینی. صبر نداری؟
در واقع هدف این بود که یالچین امینه رو نبینه، ولی خب ایده زندونی کردن شما تو خونه زیاد جالب نبود. آره اینو میدونستیم. فریده بیا بریم. بله یالچین عزیز، نمیدونم چجوری ولی یه اتفاقی افتاده، دارم روش کار میکنم، ولی الان فراد پیشمه. هیچی بهش نگفتم، فرادو میشناسم، ممکنه فرار کنه. خیلی دیوانه است، بابا دستور مرگ منو داده. فرادم فهمیده اومده اینجا. سلطانم خواهرت بود نه؟ اونم اینجاست. متوجه شدم. شکری دست توه؟ فرهاد اینجاست. پس وظیفتو انجام بده کمیسر. آره هر کاری از دستم بر بیاد واسط میکنم، ولی اینجوری نمیشه. باش ممنون. شب با هر کی میخوای خداحافظی کن. فردا میام ببرمت، نمیدونم چقدر ممکنه بمونی تو. باشه فهمیدم. سلطانم من میبرم خونتون. خیلی ممنونم. آلتان تو امین خانمو ببر برسون. باشه. ما با فریده یکم کار داریم. چی کار داری؟ بهت میگم فریده. پس بریم. باشه پس، خدافظ عزیز خان. اگه مشکلی نیست برم لباسامو عوض کنم بیام. سیبه اون چیه؟ ببین لایه وسایلم چی پیدا کردم. دوباره داره چی کار میکنه این؟ خیر باشه. چیه این؟ ببینم. نتونستیم خونه محمد شفیق رو پیدا کنیم با اینکه اینجا این همه عکس هست. شماره پلاکش رو پیدا میکنیم اینجا. اینجا همه هستن. خدایا آب جانتا، تو این آلبومو بده به من.
وایسا الان نمیتونم بدم. تو اینو بده به من. کار دارم. گفتم بده به من. نمیدم. میگم بدهش. گفتم نمیدم. گفتم بده. آبجیانتا. آبجیانتا. وای خدا. آنتا. پریان خانم، مرسی. سلطان هنوز نیومده خونه؟ نه هنوز نیومده. باشه. نوش جونتون. آقای یالچین، اگه میخوای داداش صدا کن. باشه. داداش یالچین. بله آبجی. میگم این اهالی محله شما همشون چقدر عجیبه. آره، همه تو محله ما قدیمی هم، به خاطر همون داستان زیاد داره. آره، حتی منی که تازه واردم نمیتونم یه سری چیزا رو هضم کنم. منظورم اینه که شاید خیلی هم عجیب نباشه، ولی خیلی باحاله دیگه. مخصوصا مغازه دایی ساله پر از آرامشه، آدم دوست نداره بیاد بیرون. آه کرم خان، فرهاد نیست. شکر اینا هم نیومده. یعنی چی نیست؟ یعنی چی نیست پسر؟ مگه شما دوتا اونجا چه غلطی میکنین؟ شما دوتا مگه کورین؟ بله داداش. فرهاد تو کجایی؟ ها؟ باز کجا غیبت زد؟ داداش الان ما سلطان خانم رو برداشتیم، داریم میاریمش خونه. پسر تو چرا سرپا شدی؟ مگه تو زخمی نیستی؟ فرهاد ترمزی مشکلی داره. جانه بابا جون. الان سلطان کجا موندی دخترم؟ تو راهیم، با فرهاد و کمیسر یالچین داریم بیایم سمت خونه. ترمز نمیگیره. باش من الان نمیتونم وقت بزنم، نمیتونم. عزیز چرا اومدیم اونجا؟ منو میترسونی. بوی دریا رو حس میکنی؟ بوی آرامش. آدم باید ارزش هر لحظه رو بدونه. هر لحظه. عزیز چه خبر شده؟ هیچی. واسه این که بعد از شنیدن حرفام فرار نکنی، واسه این که نری تو رو بردم اینجا. بعد از این هر اتفاقی هم بیفته فریده، آه عزیز، آه
بگو فریده. دوست دارم.